تو این ویدیو اومدیم به بزرگترین آرامستان ایران، به صحرا. شاید باورتون نشه قبر میلیاردی میلیونی هزینه کفن و دفن، هر چیزی که شما فکرشو بکنید تو این ویدیو با هم می‌بینیم. یه سرم حتما می‌زنیم قطعه هنرمندانمون عزیزانی که از دست دادیم. این ویدیو به هیچ عنوان از دست ندید، پر از اطلاعات جالبه براتون. درود و فراوان خدمت شما عزیزان دل. دیگه همونطور که کاملا معلومه اومدیم بهشت زهرا. قبل از هر چیزی میخوام بهتون بگم که بالاخره یه روزی تک تکمون میمیریم و از این دنیای فانی، حالا به هر طریقی، با هر دینی، با هر طرز فکری، بالاخره از بین میریم و تموم میشیم. چقدر خوبه که یه چیز قشنگ از ما به یادگار بمونه، حتی یه خاطره زیبا. یعنی همیشه لزومی نیستش که ما بگیم یه کار مهم و بزرگ انجام بدیم، همون که یه خاطره خوش ازمون بمونه کلی ارزشمنده. میدونید که آرامستان تهران یا همون بهشت زهرا تقریبا سال 1349 یه جورایی به صورت رسمی شناخته شده شد. قطعات 1 تا 20ش افتتاح شد و شروع به گرفتن عزیزان ما شد تو این بهشت زهرا یا آرامستان. حالا میگم آرامستان چون اکثر ما، یعنی من به شخصه، با بهشت زهرا بیشتر آشنایی دارم تا آرامستان. این لغت رو انقدر به کار نبردیم سخت و دشواره، حتی برای منی که همیشه سعی میکنم اسمای جدید رو به کار ببرم. چیزی که امروز واسه من خیلی جالب شد هزینه‌های کفن و دفنه، هزینه‌های قبره، قبرهای خانوادگی میلیاردی، شاید بعدشون بین 5 تا 10 میلیارد پولشون باشه که اصلا وجود ندارن. یعنی حالا بعدا در ادامه بهتون نشون میدم قبرهای سرپوشیده‌ای که واسه خانواده‌های حالا سرشناس یا پولدار یا خاص از قدیم مونده، حالا یه تعدادم تونستن باز بخرن، محدود زمانی هم برای فروش قرار داده میشه. اونا رو در ادامه با هم دیگه صحبت میکنیم. حالا هزینه جزئی از آوردن آمبولانس و از صندلی و مراسم و قبرهایی که تو ناحیه‌های مختلف وجود داره، میدونید بهشت زهرا سه ناحیه داره. ناحیه بیشتر به معنی غیر از قطعه ها، به سالی که این عزیزان فوت شدن، بین 1 تا 12 سال میشه ناحیه 3 و 12 تا تقریبا 30 سال میشه ناحیه 2 و 30 سال به بالا میشه ناحیه 1. قیمتاشون چیز رسمی که حالا شهرداری اعلام کرده از 15 میلیون تو ناحیه 3 و از 30 میلیون تو ناحیه 2 و از 50 میلیون تو ناحیه 1. ولی این یه چیزیه که حالا اگه به قول خودم جا خالی بشه، پیدا بشه، اینجوری به شما میدم. ولی خب بازار سیاه داره، حتما من نظرات و کامنت هم براتون میذارم که یه عده این قطعاتو میفروشن و چی جوریه. حالا مثلا یه بنده خدایی حالا به خاطر خرج و هر چیزی 3 قطعه از خانوادهش که مال 40 سال پیش فوت شدن و گذاشته بازه فروش، هر کدوم به 1 میلیارد و 200. اصولا هم قیمت نمیذارن چون کار غیرقانونی هست این کار، و به نظر من نظر انسانی هم زیاد داریم واقعا به کجا میریم. الان حالا قبرها رو خواهید دید، قبرهای مثلا خانوادگی که انقدر مجلله، یه جای خاصه دیگه. الان مردن هم شده بالا پایین، یعنی شده یه جورای شمال و جنوب. آخه چرا واقعا، چرا ما اینجوری داریم؟ بعضی موقع یه جورایی من هرس میخورم، یعنی خیلی کم پیش میاد من دیگه واسه مردن، دیگه واقعا نمیدونم چی بگم بهتون. ولی حالا بیشتر قصدم اینه که هزینه ها رو بهتون بگم، هزینه کفن و دفن رو بهتون بگم. یه لیست داره براتون، بعد یکی یکی براتون میخونم که یه عزیزی که از دست بدیم واقعا چقدر هزینه کنیم. تازه فقط کفن و دفنش، یعنی چیز خاصی نیست. من کاری ندارم به مسلمون و غیر مسلمون و هر دینی ارزشمند، هر باوری قشنگه، تا زمانی که به کسی آسیب نزنه، از دید من البته. نه حالا ممکنه بعضیا یه جور دیگه تفکر کنن. اینجا میبینید که بعضی از قبرها خانوادگیه. اینجا چون میگم قطعه 10 جزء قطعه قدیمی محسوب میشه و 2 طبقه تا 3 طبقه هم میتونه باشه. حالا قیمت ها رو یه کوچولو باید هزینه کفن و دفن بهتون بگم. قبل از اون
شاید این آرامش رو نگاه نکنید، من اومدم خلوت ترین قطعه که امروز تونستم پیدا کنم، وگرنه انقدر شلوغه، انقدر شلوغه شاید باورتون نشه. یعنی اگه برم تو بلواره اصلی، حالا نه اینجا که بلواره فرعیشه، تو بلواره اصلی خواهید دید چقدر جمعیت اینجا هست. همین الان اینجا تو دوتا فرعی ببینید چقدر ماشین هستش. حالا ببرم تو بلواره اصلی، بعدش بهتون قیمت ها رو بگم. آوردمتون سر ورودی، یعنی اینجا تازه ورودیه، یعنی اگه نگاه کنید یه شده دیگه اتوبان 6 لاینه. خب اگه دقت کنید دقیقاً 6 تا لاین داره اون برای این، بعد داخل خود بیصحرا ساختم. اینا بهتون بگم الان چه بادی هم می‌وزه. در حال حاضر ما تقریباً 350 قطعه داریم. حالا نقشه رو الان می‌تونید ببینید که چقدر بیصحرا بزرگ شده و اصلا یه شهریه برای خودش، همه چیزم توش هست. میدونید اگه بخواید با ماشین کل این 500 هکتار بیزرا رو برید، شاید بالای 2-3 ساعت طول بکشه، یعنی با ماشین بچرخید تو همه این خیابون کشیاش و اینا. واقعا خیلی بزرگه ها، تقریبا 1,700,000 نفر اینجا خوابیدن و یه جوری از پیش ما رفتن. 10 قطعه هم واسه جنگ ایران و عراق. این چیز اطلاعات کلیه که در مورد اینجا بهتون میگم. ما قطعات مختلفی داریم، مثل هنرمندان، شهدا، نامآوران، مثل ورزشکاران، نویسندگان، هر کدوم قطعات مخصوص خودشون داره. اون پروژه‌ای که هم باره مرقد درست کردن تقریبا سال 86 بودجه 800 میلیارد تومانی داشته. اون موقع دلار 900 تومان بوده دیگه، یه چیز دلارش 800 میلیون دلار هزینه بوده. البته تا سال 95 طول کشیده دیگه، حالا این هزینه بوده که برای اون قسمت. گفتم همه اینا رو بدونید، داریم میریم سمت آرامگاه خانوادگی که جزء میلیاردی هم اصلا بیشتر جلوتر بهتون توضیح میدم دیگه، دارید میبینید دیگه، رسیدیم. از اونورم میریم قطعه هنرمندان، اونجا هم بهتون قشنگتر توضیح میدم، با من همراه بشید. آوردمتون سمت قبر خانوادگی. اینا همونایی هستن که دیگه میلیاردی اینجا ارزش دارن، چون تعدادشون کمه و همین خاطر از نظر قیمتی دیگه رو میلیارد حداقلش هستن، چون قیمت قبرم بعضیشون تا به میلیارد هم میرسن، بس دیگه اون قطعه و ناحیه‌ای که بهتون گفتم داره دیگه. الان اینجا باز موتور سوارم میبینیم، اکثرا هم بالای خود این دیوارهایی که زدن اسم اون خاندان و اون فامیلی رو نوشتن که مثلا مال کدوم خاندان قبر خانوادگیشونه، با پلاکایی که اینجا وجود داره. چیز عجیب غریبی اصلا، من آدم فکر میکنه مثلا مرگ چی داره که این مدلی باید دیده بشه. واقعا پس من بعدا فکر میکنم، من خودم رو الان اومدم اینجا فکر میکنم من که دیگه مردم دیگه، حالا چه حالا تو یه خاک معمولی باشم چه تو جای مسقف باشم، نمیدونم. واقعا الان خودتون نگاه کنید اینجا، حالا واسه نمونه بهتون یه چند تاشو بعد نشون میدم. اینجا جلوی این محبت ها مال خود همین هاست دیگه، یعنی هر کسی بکنم یه 8 تو جا داره 8 بیرون. حالا حساب کنید تو این آیه قدیمی با این قیمت ها دیگه هزینه شو خودتون. خب دیگه رسیدیم به خدمات حمل اموات. حالا یه چیزی بهتون بگم، با آمبولانس عمومی که تقریبا 4 نفر رو داخلش میذارن، به ازای هر کسی از سطح شهر تهران بیارنش تا بیضه‌زهرا 510,000 تومان میگیرن. یعنی اولین هزینه ای که شما عزیزان باید بکنید یه همچین چیزی. اگه با آمبولانس خصوصی بیارن این هزینه تقریبا میشه 800,000 تومان، و اگر پزشک قانونی بیارنش به بیضه‌زهرا 318,000 تومان. حالا به ازای هر کیلومتری که حالا بخوان از بیضه‌زهرا ببرنش یه شهر دیگه یا شهرستان دیگه، تقریبا بین 6-7,000 تومان هم هست دیگه. اگه یه فاصله دوری مثل 1000 کیلومتری باشه، شما باید 6 میلیون فقط هزینه آمبولانس کنید.
حالا یه هزینه دیگه است، اگه به نگهداری کنند از عزیزتون تو سردخونه، شبی 100,000 تومنه برای بسته بندی و اون اعمالی که انجام میدن. من دقیقا نمیدونم، برای بزرگسال 420,000 تومنه، برای کودکان 212,000 تومن، کاور و اینجور چیزا 86 تومنه، هزینه تدفین و خاک سپاریش 720,000 تومنه، نصب سنگ قبر 340,000 تومنه. عرضم به حضورتون که جمع‌آوری و دوباره عوض کردن سنگ قبر 600,000 تومن. الان صندلی ها اون سایبان رو میبینید، نه جز خدمات عمومی دیگه، هر صندلی 9,000 تومن، سایبان هر یه دونه شو که بذارن 271,000 تومن، کرای حمل صندلی و میزم 90,000 تومنه، بستگی به تعدادش داره، میزم 45,000 تومنه، مدا برای 30 دقیقه 450,000 تومنه، اکو حرفه 1,000,000، سایر خدمات مثل مراسم نی و اینجور چیزا هم 500,000 تومن. حالا حساب بکنید بخواید همه این کارا رو بکنید چقدر میشه. الان جلوتر در مورد هزینه های قبرم بهتون میگم، بعد میبرمتون سراغ خانه یا قطعه هنرمندان، اونجا رو هم با هم دیگه ببینیم، کلی از عزیزان هنرمند اونجا هستن و یادشون گرامی. خب همونطور که بهتون گفتم تو ناحیه یک که تقریبا میشه گفت قطعات 1 تا 112 بیزده رو میشه، قیمت هر طبقه 38,500,000. توی ناحیه دو که قطعات 200 تا 258 رو بیشتر شامل میشه، قیمت هر طبقه 23,600,000. تو قطعات 300 تا 330 که ناحیه 3 به حساب میاد 12,300,000. تو اون چیزی قطعه روزم که 3,900,000 میشه، اون جدیدترین هاست که حالا خیلی هم دوره دیگه. با یه حساب سرانگشتی، حالا بدونه که در نظر بگیریم که برای یکی مراسم ختم و مسجد و اینا رو همه رو بخواید حساب بکنید، تو کمترین هزینه شما 20 تا 30 میلیون باید هزینه کنید دیگه، واقعا مردن هم هزینه میخواد، نمیدونم چی بگم. بریم سمت قطعه هنرمندان و یه خاطره از این عزیزان هنرمند زنده کنیم و بعدش از حضورتون مرخص بشم. بله آوردمتون دیگه، قطعه هنرمندان دیگه دارید میبینید دیگه، ناصر ملک مطیعی، یکی از بزرگان سینمای ایران، خیلی هاتون بهتر از من میشناسید خیلی از این عزیزان من، شاید باورتون نشه واسه اولین بار میام. روبی که منصوری فکر میکنم تو کار صدا و اینجور چیزا بود، حالا یه چیزایی تو ذهنم هست، به به محمد علی فردین سلطان، به قول ایشون سلطان. چقدر این بزرگواران، چقدر زیاد، خیلی هاشون رو من نمیشناستم، میگم اولین بار اومدم اینجا. آترا پسیانی و مادرشون فکر کنم جمیله شیخی بودن اگه اشتباه نکنم، همه رو همجی رفتیم. احمد مخبر بازیگری که تو آخرهای عمرش بازیگر شد، واقعا خیلی از هنرمندان هستن که اینجا هستن. و آهنگ مرتضی پاشایی داره میخونه، میگم الان یه نسل جوونی یه عالم طرفدار داره، حالا هر کسی بنا به اون چیزش داره. میبینید دیگه این قسمت هنرمندان خیلی شلوغه، خیلی از عزیزان میان سر قبر این هنرمندان. دیگه توی دنیا بسی اعتباره، کسی که براش مردی دوست نداره. جز مراسمای خیلی خاص بود که کلی جمعیت اومد برای مرتضی پاشایی، چیزی که یادم هست چونم که واقعا به طور فجی داریوش مهرجویی هست، همین فکر کنم قبلشون آماده نشده، یه سنگ مزار کوچیکه، واقعا به صورت خیلی بدی فوت شدن. به به جمشید مشایخی، این بزرگوار همراه همسرش گیتی، دخترم و پسرم رو بودن فکر کنم، یادم دخترم و پسرم بودن، واقعا یه دونه بودن. عزت الله انتظامی، یکی از یکی شاهکارتر، یکی از یکی بزرگتر. خشایر الوند، یکی از نویسنده‌های خوبمون، خیلی هم جوان بود فوت شد، خیلی زیادن، یعنی هر کدوم از اینا یه داستانی دارن و یه به قول خودمون پیشینه بزرگ هنری دارن. خیلی از خانواده هاشون میان و سر میزنن و حالا بعضی هم عزیزانشون اضافه میشه تو همینجا خاکشون میکنن. خیلی
کوچه پوپک گلدره. چقدر اون موقع من تو اوج نوجوانیم بودم این سریالشو دوست داشتم. شمال بود یادم رفت الان هرچی فکر میکنم یادم نمیاد. شما بهم بگی منوچهر نوذری انگار همین دیروز بود این عزیزان کنار ما بودن. فریما فرجانی آرش میرحمدی تازه ایشون فوت شدن. جوون جوون چی بگم اینجا احمد آقالو به خسرو شکیبایی دیگه فکر کنم همه تون میشناسیدش دیگه. فرهاد خان محمدی زیاد نمیشناسمش بازیگر پیشکسوت. بهروز جعفری امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی بدرود.